زد. امیر غفور هم یه دو سه سرویس. توپ خوبی رو گرفت قاسم، با دفاع برخورد میکنه فرهاد ظریف برای بله وقتی فرهاد ظریف دیگه این توپ رو نمیخواست به این صورت خیلی تیز به صورت سعید برسونه، اما خب به حال توپ خوبی بود، پاس هم ازش استفاده کرد. سرعت عمل، ریاکشن تایم، عکس العمل سعید بسیار قشنگ و عالیه. ثروت های سرویس های پرقدرت امیر غفور یک مقدار داره به اصطلاح مشکل تولید میکنه برای تیم آمریکا. تیم آمریکا براد لاسل توپ اول بعد نگیره، اینم دریافت خیلی خوبی نبود از داستین باتون لیبروی این تیم. آه کارسن کلارک اسمش رو گوینده ورزشگاه برد، کسی که این امتیاز رو برای تیم آمریکای مدعی کسب بکنه. حال فوگل میره برای منطقه سرویس، سرویس جلش موجود میزنه، توپو فرهاد قائمی در این پای زن میگیره، خودش میره واسه پایپ که دفاع میشه. این ازار توش کتا نبود؟ کتا بود، بله بله. زمین رو پاک میکنن تا از آسیب هایی که امکانش هست وقتی زمین تیز هست با سرخوردن پای بازیکنان و پیچیدگی مچ پا مواجه نشن. به حال اتفاق واسه شهرام محمودی افتاد، هنوز همون داره رنج میبره. دیروز در روز مسابقه قبلی با درد بازی کرد و من پس از بازی مچ پای رو دیدم که ورم کرده است، ولی هیچ وقت و هیچ مدل من ندیدم که اون ابراز درد و ناراحتی بکنه و خودش سرباز ایران و بازیکن ایران میدونه. شهرام محمودی یار ارزنده کوچه پاسی که الان جاش امیر قفور داره شماره 10 بازی میکنه، پاس سعید معروف که خیلی خوب با دفاع برخورد میکنه. گرت موگا توتیا نتونست دفاع کنه. این چهره رو امیر قفور بازیکن جوان و آینده داری که 3-4 سالی هست داره خوش میدرخشه. خطای پای مجتبی میرزا جانپور به دلیل تماس با خط زمین 9 متر در 9 متر والیبال. به حال علاقمندان میدونید که شما اگر سرویس میخواهید بزنید نباید با زمین برخورد داشته باشید و منطقه فرود او باید پیش از خط عرضی زمین باشه. به حال این با امتیاز خوبی رو که فرهاد قائم میگیره جبران میشه. 22-15 این هفت امتیاز رو دیگه نمیتونه تیم ایران تقدیم آمریکا بکنه و مثل ست دوم بازی که در آناهایم برگزار شد با 5 امتیاز اختلاف ست دوم رو نواخت که باخت این دفعه نباید بباشه. امیدواریم که اینطور نشه. او سری سرویس میزنه، توپ رو داستان میگیره، لیبرو بیدفاع میشه. تندم یا پایپ که تو ایران پایپ به کار میبرن برای دوبله ای که از پشت خط یک سوم نواخته میشه، یعنی یه یار به مهاجمین اضافه میشه، سه مهاجم که روی تور هستن. الان پاسور شجی در خودش منطقه هست، یک نفر هم از انتهای زمین در واقع به خط حمله اضافه میکنه. گرت سرویس میزنه، دریافت از مجتبی میزه جانپور، پاس پشت از سعید که قفور توپش رو میزنه، توپ با برگشت همراه هست با دست برخورد میکنه. سعید چه توپ رو گرفت و توپ برگشت، یه بار دیگه شجی برای تندم و این دفعه دفاع میکنه. عادل غلامی بازیکن سرعتی ایران که همیشه باید با بازیکن سرعتی به پره، خوب دسته این شجی رو خوند و امتیاز رو برای ایران کسب کرد. یه بار دیگه نگاه میکنیم آقای تازرونی، خوب دفاع کرد بسیار بله. و حالا سعید معروف امتیاز 24 رو میخواد برای ایران کسب کنه. سرویس خیلی فنی میزنه پشت خط، یک سرویس میخواد این توپ که زم خط نگهدار وارد زمین شده اشکال نداره، هنوز فاصله بسیار زیاد هست. به حال ایران نباید ببازه این ست رو.
این اختلاف 6 امتیاز ارزنده است و ضامن پیروزی ایران باز باشه. شماره 12 راسل هولمز، سرعتی زن خیلی تکنیکی میزد، چه پاس از کجا پاس داد، تو مسافت جاخالی رد کرد، تو به صورت ساده پاس میده فرهاد ظریف، چه پاسی انشالله قائمی، اما خب توپ در برگشت دفاع میشه، یه بار دیگه لاسون هست، حالا شجی سرعتی رو انتخاب میکنه که فوگان اینو به امتیاز تبدیل میکنه، توپ سرپنجه های سعید معروف گرفت موقع دریافت و کمی از ناحیه پنجه دست راستش دچار ناراحتی شد، باید چسب بزنه، نبایستی که این مصونیت، چون پنجه های طلایی رو تیم ایران نیاز داره، این توپی که فوگل زد باز سرویس کوتاه غلامی میگیره با یه انگشت شاید دو انگشت پاس میده، توپو جمع میکنن دفاعشو و حالا جا میندازه قاطی میکنن، شجی مجبورشه پاس رد کنه و با دفاع تیم چقدر جنگنده ظاهر شدن آمریکا در این کوانا و سه امتیاز گرفتن. تقاضای وقت استراحت میکنه آقای اسلابادان کوات و ازش از بچه ها میخواد که یه مقدار به خودشون بیاد، مومنتوم رو، لحظه رو نباید دست داد. در والیبال آقای کازرونی واقعا اگر یک دقیقه تمرکزتون رو از دست بدید غیر ممکنه بتونید اون ست رو پیروز از زمین خارج بشید. خصوص الان جناب مادید ببینید این سرویسن آمریکا داره توپای کوتاه در منطقه 4 میزنه، یعنی دریافت کننده ما باید این توپ اول رو بتونن چه کوتاه چه بلند این رو برسونن. ما هر موقع هر زمانی که مشکل داشته باشیم در دریافت با دفاعهای بلند آمریکا مواجه میشیم. به حال ایران رو تشویق میکنن علاقمندان تیم ملی والیبال ایران که در سومین دیداری که داره الان پخش زنده میشه از شبکه فارسی تلویزیون صدای آمریکا، امتیاز حساسی هست، ایران بایستی که این ست رو از آن خودش بکنه و حداقل با پیروزی در این ست روحیه بهتری داشته باشه. علاقمندان ایرانیانی که مشاهده میکنید به تشویق تیم ملی ایران میپردازن، دوست داشتن تیم ملی ایران رو در این رقابت ها ببینن. اتفاق افتاد، دریافت بعد میلاد عبادی پور با تلاش فرهاد قائمی و ظریف به توپ به زمین برمیگرده، یک دفاع جانانه الان غلامی اون اشتباه رو جبران میکنه و فرهاد قائمی که واقعا وجودش برای تیم ملی ایران یک سرمایه است، مثل البته بقیهشون، البته واقعا ما نداریم یک بازیکن قدرتی زن دریافت کننده به این کیفیت، بسیار بسیار حساس میتونه توپ آخر بشه، مثلا تقه زد به کلی معروف با ضربه آرام به توپ، توپ رد کرد، ریسک نکرد، سرویس خودش رو نزد، این هم نتیجه شد که توپ رو امتیاز رو به آمریکا تقدیم کرد. نباید به ترس نهایتش اینه که سرویسش به بود، دقیقاً همین اتفاقی افتاد که الان افتاد، دیدید سرویسی که حالا اینجا این اتفاق نمیفته و دریافت خوب امتیاز پایانی که میلاد عبادی پور بازیکن جوان و آینده دار سالون، دوست دارم که این صدا رو شما بشنوید که هورایی که برای بازیکنان ایرانی میکشن. جناب مادی من فکر میکنم تعویض خوبی کردیم، میرزا جانپور از ناحیه شانه مشکل داشت، حتی قبل از بازی هم یه مقدار بنابراین با این تعویض ما فکر میکنم گیم دوم و سوم هم شده بازی خوبی ارائه بدیم. ست نخست این دیدار به پایان رسید در 31 دقیقه، ست دوم هم در 30 دقیقه به پایان رسید. پخش زنده دیدارهای تیم ملی والیبال ایران از پخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا، دیدار سوم، گیم سوم هست، ست نخستش رو با پیروزی ایران همراه
دو تیم خودشون رو گرم میکنن، بازیکنانی که قرار هست تعویض بشن و یک مراسمی هم داره الان برگزار میشه. نوجوانان این شهر رو به زمین دعوت کردن، سه نوجوان. البته شما تصاویرشون رو مشاهده نمیکنید، سرویس میزنن بازیکنان آمریکایی و این سه نوجوان تعویض میشن، سه نوجوان دیگه وارد زمین میشه و در واقع سعی میکنن با این حرکاتی که انجام میشه ست دوم در کمتر از 30 دقیقه به پایان رسید. به هر حال در کنار من سرپرست تیم ملی والیبال ایران آقای امیر خوشخبر که سالیان متمم